پرموچراسی در محرم به معنای نفسانیات سالاری این که مثلا میگن آزادی باشه و احترام به عقاید باشه این حرف اصلا اینا رو بریزید دو حرف نظری گذاشته یه دونه پاندوم و یه دونه بازلی گذاشته توش گفتمان شما همینه گفتمان شما کمر به پایینه گفتمان شما کاندوم و بازلی سلام وقت به خیر سید امین موسوی هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما قبل از شروع برنامه آیدی شبکه اجتماعی میذارن دنبال بکنید عضو بشید در تلگرام، ایتا، توییتر و اینستاگرام. لینکشون هم توی دیسکریپشن هست میتونید دو لینک بزنید و در اون شبکه اجتماعی منو دنبال کنید. خب برنامه امروزمون در مورد محرمه پرنوکراسی در محرم اتفاقی که توسط براندازها و طرفداران زن زندگی آزادی بسیار دنبال شد و خیلی این گفتمان رو سعی کردن پیگیری کنند. دهه محرم امسان هم گذشت و براندازها باز هم ثابت کردند که نه مقیدی به دموکراسی نه اعتقادی به دموکراسی دارند نه اعتقادی به آزادی دارن بلکه معتقد به پورنوکراسی است. به چه معنا؟ به معنای پورنوکراسی به معنای نفسانیات سالاری. اینکه مثلا میگن آزادی باشه و احترام به عقاید باشه و این حرفا اینا رو بذارید دور. حالا میریم جلوتر با هم یه مصادیقش رو میبینیم حالا یه اتفاقی که قبل محرم افتاده بود اون اول با هم یه مروری بکنیم اونجا من توی اینستاگرام یه کلیپ دادم اما اینجا دوباره برای شما میگم یه چالشی را افتاده بود به تقلید از چالش غربی که یه دختر توی ایران رفت بیرون و اینجوری مشت میزد سنفیل میگرفت و مشت میزد بعد مشتش که باز میکرد به اون طرف مقابلش کاندوم یعنی من اون موقع این مقایسه رو کردم همون موقع گفتم چند وقت مثلا چند سال پیش یه چالشی را افتاده بود دکتر خانمهای مذهبی و اینا میرفتن به مردم و خانمهای دیگه گل میدادن حالا طرفداران زن زندگی آزادی، طرفداران بی حجابی، بی اینا هم چالش شاینده. میرن مشت میزنن، کاندوم میدن به طرف. تفاوت گفتمان همینه دیگه شما کلا کمر به پایین کلا فکر و ذهنتون از کمر بالاتر نمیاد حالا توی محرم چه اتفاقی افتاد؟ توی محرم پیرو و این گفتمان پورنوکراسی که طرفداران زن زندگی آزادی دارن اتفاقات جالبی افتاد یکی دیدین کلیپش در اومد یه لباس نارنجی پوشیده بود زنه رفته بود تو هیئت میرقصید یعنی اصلا احترام به عقاید، آزادی، دموکراسی اینا همه کشک پرناکراسی نفسانیات سالاری هرچی چی نفس هرچی شهوتم هر چی شهوت میگی، شهوت سالاری هر کاری دلم بخواد اینکه به بقیه داری بی احترام میکنی مراسم یکی دیگر رو خراب میکنی نمیدونم باعث آزار و اذیت بقیه میشی آزادی بقیه رو سلب میکنی اصلا مهم نیست اون چیزی که نفس من میگه اون چیزی که شهوت من میگه اون معیار برای من پرنوکراسی بعد و رقص هایی که با مداهی ها منتشر کردن کلی مداهی میذاشتن پشت یه تلویزیون هم میذاشتن پشت سرشون مداهی پخش میشد و میرقصیدن باهاش برای دهنکجی به مهر و یه کلیپ دیگه هم دیدی توی خارج از کشور یه دسته از راه انداخته بودن فکر کنم اروپا بود, بود. نمیدونم دقیقا کجا بود فیلمش رو براتون میذارم طرف لخت شده بود بایستاده بود بقل دستی از فحاشی میکرد و لخت شده بود میرخصید و یه وضع افتضاح مثلا من نمیدونم مثلا اون مردمی که توی خارج از کشور هستن و فضای سیاسی ایران رو درک نمیکنن اصلا چه فکری میکنن اصلا این دیوانه کیه داره چی کار میکنه نه تنها حق و شعوری ندارن و نمیتونن آبرو بخرن برای ایران پا شدن رفتن اون حتی آبروی ایران هم میبرن با این کاراشون و یه توییت خیلی زیبای دیگه که طرف ظرف نظری گذاشته بود اکسشو براتو میزنم ظرف نظری گذاشته یه دونه کاندوم و یه دونه وازلین گذاشته توش و داره نظری میده میگه که این نظریه مخصوص این شب عزیز مثلا داره مسخره میده داری گولی به خودی میزنی گفتمان شما همینه گفتمان شما کمر به پایینه گفتمان شما کاندوم و وازلینه گفتمان شما باید پکتو باید کامل میکردی باید یه قرص زده بارداری هم میذاشتی البته که من بعید میدونم شما به این کانون وازل نیاز پیدا بکنی جماعت شما تفکر شما اون بالاخره ضد وارداری هم میذاشتی که پکت کامل بشه گفتمان شما همینه گفتمان شما دموکراسی نیست گفتمان شما احترام به عقاید دیگران نیست گفتمان شما آزادی تا جایی که به دیگران آسیب نرسه نیست گفتمان شما پرنوکراسیه شهوت سالاری، نفسانیات سالان گفتمانه شما اینه و اینو خیلی خوب نشون دادید و بار دیگه ثابت کردید که شما نه طرفدار آزادی دون طرفدار دموکراسی امیدوارم برنامه خوبی بوده باشه براتون تا برنامه بعد خدا نگه. نگهدار